کافر قلعه گذشته و اسلام قلعه امروز یکی از مکانهای تاریخی و باستانی ولسوالی رستاق تخار است که در قسمت حوزه غربی شهر جدید این ولسوالی موقعیت دارد. به گفته شماری از باشندگان این ولسوالی، این قلعه تاریخی قبل از اسلام بزرگترین مرکز بودایان به شمار می رفت که از آنان آثار زیادی به جا مانده است. کافر قلعه گذشته در استقامت حوزه غربی شهر جدید که فعلا به اسلام قلعه تبدیل شده، یکی از مراکز و آبدانه های بزرگ دوره های بودایی ها می باشد. در استقامت شمال شرقی ازی و طرف شرقی ازی انظم آثارهای پیدا می شود که آثارهای بودایی ها هست. رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار در جریان بازدید از این ساحه باستانی می گوید به دلیل عدم توجه مسئولان حکومت پیشین، بخش های زیادی این ساحه تاریخی از سوی زورمندان و باشندگان محل تخریب شده و آنان این ساحات باستانی را به زمین های زراعتی مبدل ساختند. در حکومت های گذشته این ساحه حفاظت نشده، قسمی که شما می بینین ساحه تخریب شده و به زمین زراعتی مبدل شده. یک قسمتی از زیر ساختمان سازی میکردن، اینجا دیوار ایجاد کردن. به کسی اجازه نمیدیم که هویت یا فرهنگی کشور ما را و ساحات باستانی ما را کسی تخریب بکند و انشالله ساحتی که غصب شده ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت پس دوباره را تخریب بکنیم با همکاری حکومت محلی و ولسوالی ها و برای مردم انشالله در قسمت اطمینان کامل ما برشان. گفته می شود ساحات کافر قلعه گذشته و اسلام قلعه امروز بیش از 80 جریب زمین است که در زمان حکومت پیشین بیشترین ساحات آن از سوی زورمندان تخریب و به زمین های زراعتی مبدل شده است. اما رئیس اطلاعات و فرهنگ تخار اطمینان می دهد که به زودی این ملکیت دولتی از نزد غاصبین دوباره پس گرفته خواهد شد.